در چرخه زندگی جای خالی امکان وقوع پدیده کراسینگ اوور در یاخت‌های جای خالی وجود دارد. ببین پدیده کراسینگ اوور ما دنبال میوز باید بگردیم دیگه، نه؟ خب ببین دنبال میوز میگه زنبور عسل، در چرخه زندگی زنبور عسل در یاخت‌های پیکری زنبور عسل از بکرزایی، حاصل بکرزایی میشه زنبور نر. زنبور نر ان هاپلوئیده، برای رشد کردن، برای تولید، برای ایجاد گامت از میتوز استفاده میکنه. زنبور نر از چی استفاده میکنه؟ از میتوز استفاده. من دنبال میوزم. یک قطعا نمیتونه باشه. برو دو. میگه آقا در چرخه زندگی گیاه گندم امکانه میوز در آندوسپرم دانه. آندوسپرم دانه میتوز میکنه. حالا میتوزش بعد از میتوز سیتوکینزش اتفاق نیفته مایع است، اتفاق بیفته جامده. بعد حالا بماند که بعضی از مثلا گیاهان لپشون کل آندوسپرم رو وارد خودش میکنه یا نمیکنه، اما آندوسپرم توانایی میوز نداره، توانایی میتوز داره، ردش کن. میگه در چرخه زندگی گیاه لوبیا یاخته های احاطه کننده کیسه رویانی، کیسه رویانی دارای سلول تخم در واقع میوز بکنن. اون یاخته های احاطه کننده کیسه رویانی عملا مالکیه، مال پارانشیم خورشه، که اون پارانشیم خورش اون موقعی که میخواست میوز انجام بده یه سلول انتخاب شد واسه میوز کردن، بقیهشون دیگه توانای میوز ندارن، ردش کن. گزینه 4 میگه در چرخه زندگی مار امکان وقوع میوز در یاخته های سازنده تخمک وجود داره. کسی میتونه بهش ایراد بگیره؟ مار مگه تخمک نداره؟ سازنده تخمکش هم که میشه اوگونی ها، که حالا میشه بعدش میره میشه اوسیت اولیه و فلان اینا، درسته؟ پس کاملا درست جواب گزینه 4.